چگونه باید مشکلی مانند مشکل یونان را حل کنیم؟ آیا ما شاهد پایانی وحشتناک برای یونان خواهیم بود؟ کوه یخ مشکلات اقتصادی بقیه اروپا را نیز در کشتی تایتانیک مالی غرق خواهد کرد؟ این روزها استعاره قطعاً آسان‌تر از پیدا کردن راه حل است. برای پاسخ به سوالات شما در پارلمان اروپا و با خانم آنی پودیماتا از کشور یونان و معاون رئیس پارلمان اروپا هستیم. آنی پودیماتا، از شما متشکرم که بابا در برنامه سخن من هستید. همانطور که تصور می‌کنید به عنوان یک یونانی سوالات زیادی برای شما اینجا در پارلمان اروپا هست. سلام پاتریک فنور از بلژیک. در حال حاضر یونان با مشکلات مهمی روبروست. بعضی از خروج او از اروپا صحبت میکنند. حال میخواهم نظر شما را در این باره بدانم. شما واقعا فکر میکنید یونان میتواند اروپا را ترک کند؟ روز به روز بحث ها در مورد همه پرسی در یونان بالا میگیرد. آیا یونانیان به اروپا رأی بله خواهند داد یا رأی نه؟ شکی نیست که اگر در یونان همه پرسی انجام شود، مردم به نفع اروپا رأی می دهند. یونانیان کاملاً به عمق جریان و ویژگی‌های بحران کنونی آگاه هستند، ولی هیچگاه عضویت غیرقابل برگشت ما در کانون اروپا را زیر سوال نمی برند. اما تظاهرات بسیاری در خیابان‌ها وجود دارد و سختی‌های بسیاری در پی است. آیا احتمال تغییرات نمی‌رود؟ آیا خروج از اروپا راحت‌تر نیست؟ مسئله آسانی نیست. هم‌اکنون کارهای بسیار بزرگی در یونان انجام می‌شود. تظاهرات هست، ولی روی آنها تمرکز زیادی می‌شود. در این حال میلیون‌ها شهروند یونانی کاملاً به ضرورت تغییرات بنیادین در یونان آگاهی دارند. چه مواردی باید تغییر کنند؟ پیرامون نظام مالیاتی، به عنوان مثال در مورد فساد نظام مالیاتی بحث‌های زیادی شنیدیم. چه مواردی باید تغییر کنند؟ تا به حال ما تغییرات بسیار اساسی در سیستم بازنشستگی، بهداشت، آموزش و پرورش و ادارات دولتی انجام داده ایم و در این حال اقدامات بسیار عمیقی در رابطه با تثبیت مالی کشور به تصویب رسیدن. فراتر از اینها باید بگویم که در کشور ما باید در مورد بعضی از مسائل ذهنیت افراد تغییر کند، نه تنها در یونان بلکه در کل اروپا. به نظر من باید طرز فکر خود را در مورد حقوق و مسئولیت‌ها به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا عوض کنیم. خب اجازه دهید سوال دیگری هم راجع به این موضوع داشته باشیم. اریک از سوئد هستم. می‌خواستم بدانم به نظر شما اتحادیه و پارلمان اروپا چه کاری برای حمایت یونان در بحران کنونی می‌توانند انجام دهند؟ مشکل عمده‌ای که ما در یونان یا جاهای دیگر با آن روبرو هستیم، عدم اعتماد به نفس به خودمان و به ملل مختلف اروپایی و حتی به یورو می باشد. بله، پارلمان اروپا می تواند نقش مهمی ایفا کند و تاکنون نیز کارهای مهمی انجام دهد. چه کاری؟ می تواند به طور واضح پیام دوستی و همبستگی خود را به مردم یونان برساند و تلاش‌های مهمی که به منظور پیاده کردن این اصلاحات در کشور انجام می شود درک و تحسین کند. اما من در برلین زندگی می کنم و می توانم این را بگویم که آلمانی ها اعتقاد دارند. آنها برای حل بحران یونان بار سنگینی به دوش می کشند. مطمئنا در می یابید که تنها از نظر مالی کشورهای شمالی احساس می کنند برای اصلاح اشتباهات گذشته یونان باید هرچه بیشتر پول صرف کنند. قطعا. و من احترام بسیاری به مردمی که از طریق وام این کشورها از یونان حمایت می کنند دارم. گاهی اوقات این تصور ایجاد شده که مبالغ یاد شده نوعی کمک مالی هستند. این حقیقت ندارد. پولی که به یونان پرداخت می شود وام است و در آینده با بهره پس داده خواهد شد. اجازه دهید آخرین سوال را نیز در مورد بحران مالی داشته باشیم. سلام، من اوانجلیا هستم. من به عنوان یک اروپایی در یونان به دنیا آمدم و اکنون در بروکسل زندگی می کنم.
به نظر شما آیا یونان جای خود را در اروپای متحد حفظ خواهد کرد؟ آینده یونان و اروپا چه خواهد بود؟ شما برای آینده یونان و اینکه همه به سوی پیشرفت حرکت کنیم چه کار خواهید کرد؟ montrer son avenir et l'avancement ensemble. What's the most difficult is the feeling. آنچه برای ما سخت است احساس عدم اعتماد بقیه شرکای ما به تلاش‌هایی است که ما به خود می‌خریم. The effort that we are taking, they don't. به نظر آنها مطمئن نیستند که یونان موفق خواهد شد. That Greece will make it, that Greece will succeed. این ابتدای امر است و من قبلا نیز آن را گفتم. یعنی آنها باید مطمئن باشند که یونان و یونانی‌ها آنچه را که باید انجام خواهند داد. در شرایط فعلی و بالاتر از همه آنچه مورد نیاز است این است که شرکای اروپایی ما با اعتماد به نفس تلاش‌های خود را ادامه دهند و فرصتی دهند تا این تلاش‌ها موفق شوند. نه اینکه هر روز و هر لحظه سوالاتی مطرح کنند. به عنوان شهروند و به عنوان سیاستمدار ما نباید عادت‌های بازار بورسی را اتخاذ کنیم. بازار قطعا چیزهایی برای گفتن دارد، ولی به سراغ موضوع دیگری برویم با خانم آنی پودیماتا. اسم من الیزابت است. من اتریشیم، بلژیکی نیست هستم. خیلی دوست دارم بدانم زنان چه نقش خاصی در حل و فصل بحران کنونی می توانند داشته باشند. متشکرم. شما فکر می کنید اگر زنان در قدرت بودند در این نابسامانی نبودیم؟ من مطمئن هستم شما شعاری که چند هفته بعد از فروپاشی و بحران مالی جهانی داده شد را شنیده اید که در مورد پسران طلایی صحبت می شد. بعضی از مردم و به خصوص زنان اشاره داشتند که اگر زنهای بیشتری در موقعیت‌های سطح بالا در بخش مالی حضور داشتند به احتمال قوی بحرانی به وجود نمی آمد. خب اکنون کریستین لاگارد را داریم. بنابراین من فکر می‌کنم این بحران بله فرصتی است تا ضرورت برابری جنسیتی و تعادل جنسیتی را یادآوری کنید. برای پایان دادن به این بحران زنان راهکارهای متنوع‌تر، متعادل‌تر و منصفانه‌تری دارند. خب بالاخره آخرین سوال که مطمئنم برایتان جالب است، اجازه دهید گوش کنیم. سلام، لویک هستم، بلژیکی هستم و از بروکسل. دبیرستانی هستم و یک سوال راجع به ترکیه دارم. مسئله ورود این کشور به اتحادیه اروپا و اثر این عضویت روی نسل جوان به ویژه در اروپا، اثر آن روی ما و روی همه. آنی پودیماتا، شما یک جایزه روزنامه نگاری برای خدمت در جهت ایجاد روابط حسنه و دوستی بین یونان و ترکیه دریافت کردید. چگونه اروپا میتواند کشمکش های بین ترکیه و یونان را حل کند، به خصوص اگر ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد؟ همانطور که شما می‌دانید، برای عضویت کامل یک کشور به اتحادیه اروپا ضوابط خاصی باید برآورده شوند. من فکر می‌کنم و این اعتقاد عمیق من است که اگر ترکیه معیارهای لازم و اساسی را تصویب کند، هنوز آنها برآورده نشدند. خیر، اما روندی در جریان است و من مطمئن هستم تا هنگامی که اتحادیه اروپا با اعتماد عمل می کند این روند ادامه خواهد یافت. من با زیر سوال بردن مسیر و هدف نهایی یعنی عضویت کامل ترکیه به اتحادیه اروپا موافق نیستم، چون فکر می کنم این چیزی است که باعث کاهش انگیزه مقامات و مردم ترکیه برای پیاده سازی همان تعهدات خواهد شد. ما باید به این واقعیت که هر کشوری که ضوابط عضویت را به طور کامل برآورده کند می تواند یک عضو اتحادیه اروپا شود احترام بگذاریم. خب بسیار از شما سپاسگزارم آنی پودیماتا. سخن من، برنامه‌ای که در آن شما سوالات را مطرح می‌کنید، تا برنامه آینده از اینجا در پارلمان اروپا در بروکسل.